درود بر میهن دوستان و رهروان راه آزادی به آوای ایران خوش آمدید با تحلیل مهم درباره ریزش های درونی سپاه در خدمت شما هستیم ریزش های تصاعدی در سپاه خامنه ای درمانده و شکست خورده در جنگ با مردم در روز مردم شریف ایران، نوید افتاریه ریزش های تصاعدی در سپاه خامنه ای درمانده و شکست خورده در جنگ با مردم در نخستین سالگرد کشته شدن محسا امینی شهرهای ایران چنان که پیش بینی میشد به صحنه رویارویی جوانان و نیروهای امنیتی تبدیل نشد اما این به معنای خاموشی جنبش زن زندگی آزادی نیست نبرد جوانان به ویژه زنان و دختران جوان ایرانی با جمهوری اسلامی در عرصه های دیگر به ویژه در عرصه نبرد با حجاب اجباری ادامه دارد و برخلاف آنچه بعضی از ناظران میگویند رژیم فرادستی پیشین خود را در این عرصه باز نیافته است. کارشناسان معتقدند که اگر رژیم جنگ را در این عرصه ببازد به پایان عمر خود نزدیکتر خواهد شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان علوم سیاسی دو خطر عمده ثبات رژیم های خودکامه را تهدید می کند. نخست درگیری سران این رژیم ها با شهروندانشان و دوم درگیری و کشاکش میان مقام های عالی رتبه رژیم و ریزش درونی. امروز خامن این نگران است روزی که رژیمش در حوادث خیابان در حال فروپاشیدن باشد کادری های جوانتر و رد پایین سپاه و حتی برخی فرماندهان سپاه نیز به مرد به پیوندند. با دست خالی چه خواهد کرد؟ مشکل اینجاست که علی خامنه ای برای حفظ رژیم اسلامی جز فرماندهان سپاه پاسداران و بخشی از نیروهای بسیج همراه و همدلی ندارد اما او همچنان تمام تخم مرغهایش را در سبد سپاه و بسیج گذاشته است. عبدالله ناصری مدیر عامل اسبق خبرگزاری ایرنا در مصاحبه ای در آستانه ی سالگرد جانباختن محسا امینی گفت که جنبش ژینا چنان علی خامنه ای را وحشت زده کرده که باعث شد او دو خط قرمز اصلی خود را زیر پا بگذارد. ناصری در این مصاحبه با وبسایت زیتون که روز دوشنبه 20 شهریور منتشر شد تاکید می کند که رهبر جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری یک سال گذشته هم خیلی ترسیده و هم خیلی شدیدن غمگین است به اعتقاد این عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جنبش محسا آنقدر ملی و جهانی شده که آقای خامنه ای را وادار ساخته دو خط قرمز اصلی خود یعنی مذاکره با آمریکا و حجاب اجباری را کنار بگذارد بگذارد علی خامنه ای در دیدارهای اخیرش با شورای عالی فرماندهان سپاه پاسداران از این رکن اساسی رژیمش به عنوان نیروی منضبط مطیع و تابع دستورات مرکزی و رهبری نظام یاد کرد هرچند باید یادآور شد که این خصوصیات مربوط به سپاه پاسداران در دوران حکومت خمینی و جنگ بود رژیم او در طول سی سال رهبریش و به ویژه در سال گذشته که ایران ماهها صحنه نبرد مردم و رژیم بود از درون به به یه ریزش رسیده بود امروز داریم چه بزرگانی چه خواشی که موردن آقا جان تو این خطه انقاب پشت سرته کلی بیتت برو دارد چرا هر نمی‌زنی؟ دواره میبینیم میبینیم چی کسانی کم آوردن کسانی تیادی رو دیدیم بریدن کم آقا بنده یک سردار سپاه هستم هم برن. ولی میدانم تا فردا چه خبره چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردن فرماندان خود من که لحظه لحظه جنگ رو بودن زخم برداشتن چی شجاعت ها به خرج دادن کم آوردن مقابل از ایستادن، مقابل آقاشون استادن مقابل نظامشون استادن ما دیدیم سرداران بزرگ کسانی که مسئولین درجه یکی این نظام بودن درجه یکی نظام بودن دیدیم که کم بودن دیدیم که مقابل ازش ها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستاد سخنرانی های ولی فقیه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه اولین سالگرد اعتراض به کشته شدن محسا امینی نماد اصلی انقلاب زن زندگی آزادی نوعی پهلوان نمایی و نمایش قدرت بود او تاکید می کرد که سپاه پاسداران نیروی منسجم است که فرمان فرمانده را اطاعت می کند و تسلیم نمی شود و مانند پارسال پر قدرت است و برای سرکوب هر اعتراضی نیروهایش را بسیج می کند. یکی از بخش های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاهه مخدوش کردن چهره بسیجه چرا به همین علت چون سپاه جذابه چون بسیج جذابه این جذابیت اونها رو نگران میکنه اونا رو سراسی نمی کنه مجبورن مخدوش کنن با خبر دروغ با شایعه دروغ با انواع و اقسام ها و شگرد ها میخوان این الگوگیری وجود نداشته باشه این یادگیری ها وجود نداشته باشه این یارگیری ها وجود نداشته باشه اما بخش های دیگری از سخنان علی خامنه ای خطاب به رهبران اعضا و کادری های جوان سپاه پاسداران با لحنی دیگر ایراد شد. در اعتراضات سال گذشته به طور جدی نافرمانی و تلفات نیروهایی در سپاه را شاهد بودیم به همین دلیل این قسمت از سخنان خامنه ای به دلیل نادرستی ارزیابی سید در داخل سپاه هدف انتقاد قرار گرفت و صدای خسته عزیز جعفری در گوش یارانش تنین انداز شد. در واقع تلف شدن نیروهای داخل سپاه در صورت قرار گرفتن مجدد سپاه در شرایط خاص یعنی مواجهه با مردم خامنه ای را آشکارا نگران کرده که اگر چون این وضعیتی پیش بیاید و بخش‌های از سپاه علیه او شورش کنند و به دستوراتش وقعی ننهند آیا می روی طرفدارانش از طایفه سپاه و امنیت و جوجه طلبه ها حسابی باز کند؟ خامنه ای تاریخ بسیار می‌خواند لا لابد به گلوی بود بریده سلطان آقا محمد خان قاجار در کنار قلعه شوشی، دستهای بریده نادر در خیمه خبوشانی، گلوی دریده یزدگرد سوم در آسیاب دهقان مروی، رزاشاه کبیر در تبعید و محمد شاه عاشق ایران بر تخت بیمارستان مصری هم اندیشیده است. تازه اینها خوبانی بودند که به قهر مردم و سپاه فریب خورده گرفتار آمدند. او پایان صدام حسین و قذافی و هیتلر را هم پیش دیده می‌آورد و به لشکریان باید منظم و مطیع دستوراتش باشند از این نظر سخنان علی خامنه ای نوعی دستور یا درخواست از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب است حقیقت این است که سپاه پاسداران نیروی منسجمی نیست و به مردم نیز خدمت نمی کند و همه سخنان خامنه ای نوعی فرار از واقعیت است خامنه ای قهرمان گریختن از واقعیت بود و هست او در فرار از واقعیت نشان از دو کس دارد هم خمینی و هم قذافی در سپاه پاسداران هم می توان محمد باقر زلقدر را نشان داد هم محمد باقر قالیباف را و هم کسی چون داوود کریمی را یافت که با سینه زخمی از جبهه ها آمد تا به جای آن که تقدیرش کنند از اوین از سقفش بیاویزند و پوستش را با شلاق سیاه کنند تا عشق به منتظری را با خون استفراغ کند و بمیرد اما او پوست انداخت و لب وا نکرد و عاقبت بعد از آن که سینه زخمیش در دکان جوشکاری آتش گرفت مرگ پر افتخار را پذیرا شد می توان با کسی برخورد کرد به اسم سردار محمد رضا شمس ملقب به نقدی که انتقام کودکی آلوده در کوچه های نجف را در جوانی از بچه های دانشجو گرفت و طرح قتل پسرموی مجاهدش را در ازای یک درجه حلبی و دو میلیون تومان پاداش به اجرا درآورد. البته در سپاه افسرانی هم هستند که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند و اصرها مسافر کشی می کنند تا شهریه دانشگاه فرزندانشان را جور کنند. حالا در سپاه هم صاحبان خانه های سازمانی 1200 متری با کلیه وسایل مدرن در لویزان داریم و هم ساکنان شهرک شهید محلاتی با دردهایشان و قرصهایشان، فریادهایشان و خشمی که روزی نه چندان دور فوران خواهد کرد و خوشگوتر ولایت سیدلی را خواهد زند. بیش از چهار هزار شرکت مؤسسه بنیاد دفتر دکان در اختیار یک گروه دو هزار نفر از سپاه است که با اهل و فامیل به داد و ستت مشغولند و آن صد و اندی هزار دیگر کارمند دولت امام زمانی و از دهم ماه ماه برسر میزنند که بیست روز دیگر را رو چه کنند. در این میان از دل سپاه واحدی را به شیوه زایمان سزارین بیرون کشیدند و نام قدس بر آن گذاشتند کار این واحد توطعه و قتل و حدک است گاهی در عراق زمانی در افغانستان روزی در لبنان و روز دیگر در خیابانهای پاریس و برلین اگر مأموریتی داخلی داشته باشند همانا از نوع کشتن ژینا و مجید رزا رهنورد و کودکان معصومی است که شجاعان قلعه ولایت گل زندگیشان را چیدند و اگر زمانی مأموریت ویژه به آنها محول شود حاصلش رو نیما زم و محمد خاتمی در عراق و جمشید شارمه در عمان و بریدن سر و سینه قاسملو و قادری و شرفکندی و شاپور بختیار و سروش کتیبه و فریدون فرخزاد است. قاسم سلیمانی بر تخت فرماندهی قدس نشانده شد تا آموزه هایی را که از اربابش احمد وحیدی گرفته بود به جانشین آیندهش اسماعیل قاعانی یاد دهد. سردار مربوطه هم با دستای خودش سربریده، هم در استکان چای سردار زهره حلاهل چکانده هم هواپیمای احمد کازمی را سرنگون کرده و هم جت جنگنده سرلشگر منصور ستاری را در آسمان ترکانده است. اسفندیار حسینی دریادار را هم او خانه نشین کرد و رضا پردیس خلبان را او معزول و مطرود کرد. بعد هم به پاس خدماتش با گواهینامه نامه مردودی راهنمایی درجه سرتیپی گرفت و به فرموده بزرگ ارتش و سپاه پاسداران سیدلی آقای نایب امام زمان هم معودش دادند و هم بنز زده گلوله مخصوصش. به سلیمانی گفته بودند اگر ایاد علاوی را کشتی سرلشگر می شوی و اگر دکتر برهم ساله و مسعود و منصور بارزانی را به دیار عدم فرستادی به جای باقری رئیس ستاد کل سید علی آقا می شوی. چون این است که قاسم خان خواب راحت نداشت و باور نمی کرد روزی شیطان بزرگ لحظه ای که دست بر شانه ابو معروف به مهندس نشسته است جان و جهانش را در بغداد از او بگیرد. سپاه امروز نه آن است که خمینی می و نه آن که ابو شریف آرزو کرده بود سری انسانی دارد با دست و پای در زنجیر و سری دیگر حیولایی دارد با دستهای متعدد و متجاوز دهانی تسبیحگوی ذات الهی و دلی محب به خلق الله دارد و دهان دیگرش چاه بدبوی کلام شیطان است با دلی هم از حرس و آز و کینه و نفرت و همین سپاه است که کار نظام را خواهد ساخت چنانکه پایان داستانش دکتر جکیل و مستر هاید رقم خورد همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آبای ایران رسیدیم تیم خبری ما با خبرهای بروز و دقیق سعی در آگاهی سازی شما مردم عزیز رو داره با لایک کردن این ویدیو و همینطور نوشتن دیدگاهتون در ارتباط با این اخبار یاری رسانه تیم خبری آبای ایران باشید اصر خوبی رو در پیش رو داشته باشید تا بخشای بعدی خبر خود نگهدار.